با عرض سلام به همه عزیزان، امیدوارم که شاد و تندرست باشید در هر کجایی که هستید. به برنامه خودشناسی و خوددرمانی با فرهناز خوش آمدید. من امروز عجله عجله خودم رسوندم، چون جایی بودم کار داشتم، خلاص جنگ خودم رسوندم که خوشبختانه به وقت رسیدم. یه چند تا یادآوری که یکی از کلاسای ترمی من قرار بود یک شنبه که دیروز بود شروع بشه، ولی به خاطر مسئله اینترنتی که تو ایران بود عقب انداختم و یه هفته دیگه شروع خواهد شد که عزیزان اینترنتشون برقرار باشه. برای همین عزیزانی که میخوان تو کلاس ترمی ثبت نام کنن هنوز یه هفته وقت دارن، میتونید از طریق تلگرام یا واتساپ با من تماس بگیرید. برای ثبت نام در کلاس ترمی لازمه که اسکایپ و اینترنت داشته باشین. در هر کجایی که دنیا باشید میتونید شرکت کنید اگر اینترنت و اسکایپ داشته باشید. آیدی تلگرام من شخصی تلگرامم هست فرهناز جی 777. آیدی کانال عمومی من هست فرهناز جی 2016. شماره تلگرام و واتساپ هم هر دو هست 1-925-478-9470. و برای ثبت نام کلاس یا وقت مشاوره یا خرید کتاب خواب من از طریق واتساپ پیام بدید یا تلگرام و من بهتون اطلاعات میدم. متشکرم. اوکی، امروز یه تاپیک کوتاه دارم، یه راجبه مسئله صحبت میکنم، بعد سوال یه مقدار سوال جواب میدم. ممکنم از یه مقدار برنامه کوتاه کنم، چون بعد از این برنامه یه جایی باز کار دارم، ممکنه این مقدار برنامه رو کوتاه کنم. یه موضوعی که میخوام راجبش صحبت کنم اینه که در ضمن یه یادآوری بکنم، من برنامه‌ام در یوتیوب هم پست میشه. صفحه یوتیوب هم هست فرهناز جی، صفحه فیسبوک هم هست فرهناز جی، و بعد از اینکه تو یوتیوب پست شد بعد تو تلگرام پست میکنم. یعنی هنوز فرصت نکردم برنامه دفعه پیشو پست کنم، ولی به زودی پست خواهم کرد، چون بعد انتقال بدم که حجمش مقدار کمتر بشه. برای همین پست کردن تو تلگرام یه خود بیشتر وقت میگیره. موضوعی که میخوام راجبش امروز صحبت کنم اینه که راجب وابستگی ها، که من که همین راجب وابستگی ها صحبت کردم یکی از جلسات پیش، که یکی از درس های ما رها کردن وابستگی هاست. وابستگی های دنیاوی، و دفعه پیش یه مقدار بیشتر توجهم رو وابستگی به جسم فیزیکی بود و افراد. یکی از چیزهای دیگه که ما خیلی وابستهش هستیم و خیلی اوقات متوجه این وابستگی نیستیم و خیلی هم در زندگی ما تأثیر میگذاره، وابستگی به افکار و باورهامونه. و این یکی از چیزایی هست که برای تغییر لازمه، هم افکار روزانه، هم باورها، هم دیدگاهها، که البته مربوط به ناخودآگاه هم هست، باورهایی که در ناخودآگاه جمع آوری کردی. و ناخودآگاه فقط از این عمر نیست، یعنی باورهایی که شما تو ناخودآگاه داری از عمرهای قبل هم هست. برای همین کارتون سبک نیست، چون ما حتی از عمرهای قبل خیلی از باورهایی داریم و دیدگاه‌هایی داریم که از عمرهای قبل با خودمون به این عمر آوردیم، که این یکی از ابعاد کارما هست. یعنی کارما فقط این نیست که تو یه کار بدی کرده باشی، مثلا یکی اذیت کرده باشی، باورهایی هم که از عمرهای قبل با خودت میاری که قسمت اعظمش باورهای کاذبه یا دیدگاه کاذب، این هم بودی از کارما هست، قسمتی از کارماست. و حتی سیستم فکری، خیلی از افکار روزانه ما از روی عادته. عادت خودش یعنی وابستگیه. یعنی یه سیستم فکری داری که از روی عادت روزانه تکرار میشه. چون اینو تجربه کردی چه در خودتون چه در دیگران، که خب هر کسی یه اخلاق خصوصی یا بر خودش داره، یا تفکراتی بر خودش، یا عقیده هایی بر خودش داره، یه چیزایی قبول داره یه چیزایی قبول نداره. اینا قسمت اعظمش ذهن و افکار تو هست، چون همه چیز از ذهن شروع میشه. شما حتی قبل از که احساسی درت به وجود میاد، افکارت که افکار خوب که داشته باشی حس خوب بهت میده،
افکار خوب نداشته باشه، احساس خوب بده نمیده. یعنی قسمت اعظم حضور ما از ذهن ما هست و ما خیلی متوجه به این وابستگی های فکری و ذهنی و باورهامون نیستیم. مخصوصا یه سری باورها دیدگاه هایی که در کودکی ایجاد میشه، چون بچه ها وقتی یه چیزی رو به باور میگیرن خیلی با تمام وجود به باور میگیرن، یعنی میشه جزء از واقعیتشون. ولی این واقعیت، واقعیت حقیقی نیست، واقعیتیه که برای خودش به وجود آورده بنا به دیدگاه و باورهایی که پیدا کرده. ولی چون دیدگاه ما و باورهای ما و افکار ما سازنده هن، یعنی قدرت خلق دارن، به خاطر اون افکار و باورها زندگیش همونطور شکل میگیره. مثلا اگه یکی باور داره که خودش آدم بدیه، یعنی دیدگاه مثبت به خودش نداره، این دیدگاه و ذهنیت و دیدگاهی که به خودش داره که این یعنی خودش دوست نداره، که این ربط هم در کودکی داره هم در عمرهای قبل، ولی اگه دیدگاه خوبی به خودش نداشته باشه، این دیدگاهش فراهم میکنه شرایطی که مثبت نیستن. یعنی اگه مثلا تو احساس داشته باشی که دوست داشتنی نیستی، افرادی رو جذب میکنی که به تو عشق نمیدن، و وقتی افرادی رو جذب میکنی که به تو عشق نمیدن، این حقیقت تو میشه، باور و حقیقت تو میشه که خب مثلا من دوست داشتنی نیستم، و چون این باوری تو اینو خلق میکنه، این رو به حقیقت میگیری، فکر میکنی حقیقت همینه. یعنی اون چیزی که تجربه میکنی، فکر میکنی واقعیت زندگی همینه، حقیقت زندگی همینه، ولی آگاه نیستیم که سرچشمه این چیزایی که داره خلق میشه و به وجود میاد خودت هستی و باورهات و دیدگاهات، ذهنت. خود کارما یه نوع وابستگیه، وابستگی به ذهن و احساس. چون مثلا شما ممکنه دیدگاه به خودت داشته باشه که آدم خوبی نیستی، چون شاید از یکی عمرهای قدیم، یکی از عمرهای قبلت آدم خوبی نبودی، کار خطا زیاد کردی و دیدگاه پیدا کردی که آدم خوبی نیستی. بعد این دیدگاه باور با خودت از عمر قبل به این عمر میاری، این خودش یه وابستگیه. یعنی خود کارما یه نوع وابستگیه، یه نوع وابستگی ذهنی و احساسی، چون خودت رو نبخشیدی و رها نکردی. این خودش یه نوع وابستگیه که شکل کارما به خودش میگیره. یعنی حتی کارما یه نوع وابستگیه. اگه ما بتونیم حتی وابستگی به چون یکی از راه‌های رها کردن وابستگی بخشیدنه، بخشیدن خودت و دیگران، این کمک میکنه یه سری انرژی ها آزاد بشه، رها بشه، که معمولاً با بخشیدن خودت و دیگران خیلی اعظمی از کارماها هم رها میشه و حل میشه. یعنی حتی خود کارما یه نوع وابستگیه. یعنی میشه توصیف کرد کارما رو به عنوان وابستگی، که من میتونم بگم کارما یه نوع وابستگی احساسی ذهنیه، این توصیف صحیحی براش هست. حالا منتخب شکل و فرمای متفاوت به خودش میگیره. مثلا اگه تو یکی رو لاتو پار کردی، خب این برات کارما ایجاد میکنه. ولی چرا این کارو کردی؟ چرا زدی یکی رو مثلا آسیب زدی؟ چون خشم داشتی. اون خشم یه نوع وابستگی احساسیه که باعث یک انعکاس هایی شده. یعنی قسمت اعظم کارما هم یه نوع وابستگی ذهنی و احساسیه. و اگر یاد بگیریم که در رها کردن و بخشیدن بهتر بشیم، این یعنی رها کردن و یه سری از وابستگی ها که هم یه سری کارماها رو رها میکنه، هم به خودمون کمک میکنه. حالا صرفا اینجا بیشتر توجه ما هست به وابستگی های ذهنی، وابستگی به ذهن و دیدگاه و باورهامون. و معمولا مثلا بعضی که خیلی تعصب به یه چیزی دارن، این که یعنی تعصب یعنی که به اون باور خودش شدیداً باور داره، یقین داره و این رو حقیقت مطلق برای خودش کرده. توی همچین ذهن و دیدگاه هایی تغییر به راحتی ایجاد نمیشه، چون وابستگی شدید به دیدگاه و باور خودش داره. حالا میتونه تو هر زمینه ای باشه، ولی معمولا وقتی کسی بدین حس داره، مثلا تعصب زیاد و خیلی یقین و حتما و
خیلی و معمولا هم وقتی همچین وابستگی های ذهنی هست کنترل بیشتره، نه کنترل به معنی مثبت، کنترل به معنی که خودشو محدود میکنه بیشتر، که معمولا محدودیت های مثبت شاید نباشه، حالا بستگی به ذهنیت داره. ولی معمولا اگه کسی خیلی شدید به چیزی تعصب داره، این یعنی وابستگی زیاد به اون دیدگاه و به اون باور. و یکی از لازمه های تغییر اینه که ما این وابستگی های ذهنی رو رها کنیم. حتی برای اینکه بتونید دریافتت بهتر باشه و حقیقت ها رو دریافت کنید، بعد یه سری وابستگی های ذهنی رو رها کنید. مثلا تو اگر خیلی یقین و باور در این داشته باشی که دوست داشتنی نیستی، تو باید آمادگی داشته باشی که این دیدگاه رها کنه، این ذهنیت رو رها کنه، چون این یعنی یه نوع وابستگی به این ذهنیت، که این هم ذهنیت احساسی هم ذهنی. ولی بعد این آمادگی رو داشته باشی که، و این خیلی ربط به ناخودآگاه داره، یعنی به آگاه نیستی به این قضیه، به حضور ذهنت نیست، آشکار نیست، خیلی ربط به ناخودآگاه پیدا میکنه. ولی بعد این آمادگی رو داشته باشی که این وابستگی ذهنی به دیدگاهی که به خودت داری رها کنی تا تغییر ایجاد بشه. بعضی اوقات افرادی که میگن تغییر ایجاد نمیشه، به خاطر اینه که خودت تغییر نکردی. و اگه خودت تغییر نکردی، یعنی ذهنت و دیدگاهت تغییر نکرده. چون تو برای اینکه ارتعاش تغییر بکنه، که انعکاس تغییر بکنه، یعنی برای اینکه شرایط تغییر بکنه، خودت باید تغییر کنی. تغییر خودت یعنی تغییر ذهن و دیدگاهت. هوا کارما، همونطور که گفتم خود کارما یه نوع وابستگیه. وقتی که کارماها رها بشه و وابستگیها به اون دیدگاه و باورهایی که قسمت اعظمش کاذبه رها بشه، ارتعاش تو تغییر میکنه و چیزایی هم که خلق و جذب میکنی تغییر پیدا میکنه. ولی لازمه اولش چیه؟ شما قبل از اینکه یه سری وابستگی ها رو بخوای رها کنی، لازمش چیه؟ لازمش اینه که به خودت آگاه بشی، چون این یه قسمتی از وابستگی های ما هست که ما خیلی بهش حضور ذهن نداریم. یعنی یه حالت اتوماتیک برخورد میکنی، رفتار میکنی، روزمره تو میگذرونی. افکارت عمدی نیست، رفتارت عمدی نیست، مثل یه حالت خود به خود اتوماتیک داره. لازمه این که این وابستگی ها رو رها کنی، اولین مرحلهش اینه که آگاه بشی و حضور ذهن پیدا کنی به این وابستگی ها، که وابستگی ها چی هستن، چه نوع افکاری داری، چه نوع ذهنیت، چه نوع دیدگاه، باورهای ناخودآگاهت، و آگاه به ناخودآگاه خودت بشی. چون حضور ذهن ما به ناخودآگاه خودمون شاید حتی در حد 1% هم نباشه، و برای همین هم هست، چون حضور ذهن و آگاهی به ناخودآگاه خودمون نداریم و به باورهامون متوجه یه سری مسائل هم نیستیم. مثلا یکی میگه که من ازدواج میخوام، ولی ممکنه دیدگاه مثبتی به ازدواج نداشته باشه. اگه در باورهای ناخودآگاهش دیدگاه مثبتی به ازدواج نداشته باشه، خب ازدواج ممکنه جذب نکنه. ولی بعد به این مسئله آگاه باشه، به ناخودآگاه خودش آگاه باشه، به اینکه خالق زندگیم خودم هستم، شرایط رو خودم به خودم جذب میکنم، بعد به این قضیه آگاه باشید و حضور ذهن داشته باشید. و این یه پروسسه، یعنی اینطور نیست که یه دفعه با یه جرقه تو متوجه همه چی بشید. این یه پروسسه که بعد به خودت یاد بدی که روزانه به خودت آگاه باشی، حضور ذهن داشته باشی، متوجه افکار و دیدگاه ها باورات بشی. حتی اگه توجه به گفتارت بدی، از گفتار خودت سرنخهای گیرت میاد. مثلا از یه سری از بیانها و گفتارهای خودت متوجه یه سری از باورهای خودت میتونی بشی، ولی بعد حواست به خودت باشه، حضور ذهن داشته باشی تا متوجهش بشی. و اگر به این توجه بدی، به مرور زمان یواش یواش حضور ذهنت و آگاهیت به خودت بیشتر میشه و بیشتر میتونی این متوجه نوع وابستگی های خودت بشی، نوع وابستگی های ذهنی و دیدگاه و حتی طرز تفکر، که وقتی متوجهش بشی بعد میتونی تغییرش هم بدی. البته تغییرش هم زمان میبره،
ولی اولین قدم اینه که تو باید به خودت آگاه بشی و حضور ذهن به خودت و افکارت و وابستگیات پیدا کنی. من از 30-35 سال پیش من این تمرین رو به خودم دادم که حواسم به افکارم و گفتارم باشه. گفتار راحت تر میتونی، چون بیان میکنی، خودت راحت تر میتونی متوجهش بشی. مثلا در طی روز توجه بدید به گفتار خودت و ببین از گفتار خودت چه چیزایی دستگیرت میشه، چه سرنخهایی دستگیرت میشه. از نوع بیان خودت کدوم باورهای کاذبت رو مچگیری میکنی؟ چون بعضی اوقات افراد به گفتار خودشون هم آگاه نیستن، ولی اگه در طی روز حواست باشه که چی داری میگی، از حرفای خودت میتونی سرنخ بگیری که مثلا اگه یکی میگه آه همه مردم مثلا بدن، این یکی از باورهای کاذب تو هست که در روابط تاثیر ایجاد میکنه. بعد اگر به خودت حواست باشه که یه همچین حرفی میزنی، مثلا با یه دایی که داری مکالمه میکنی داری یه همچین حرفی میزنی، اگر توجه بدی متوجه میشه آها پس من یه سری دیدگاه ها و باورهایی به جنس مخالف دارم یا به جنس مرد دارم، بعد به اینا توجه و تغییر بدم. میتونی قبل از خواب از روح بزرگت ریشه یابی کنی، از معلمای نوریت میتونی درخواست آگاهی بدی قبل از خواب که من رو مثلا به دیدگاه های خودم، به ذهنیت خودم یا به وابستگی های ذهنی خودم من رو آگاه تر کنید. ولی یه پروسس روزانه است، یعنی باید هر روز این توجه رو بدی و با توجه مرتب روزانه درش یه مقدار تقویت پیدا میکنی و بهتر میشی و بهتر مچ خودت رو میگیری به بیانت و به افکارت و به باورهات. و این کار هیچ کسی برات نمیتونه بکنه، این یه کاری که خودت باید بر خودت بکنی. مثلا چیزی نیست که با یه درمان یا با یه جلسه مشاوره تغییر پیدا کنه، این یه تمرین روزانه است و با تمرین روزانه و حضور ذهن این یواش یواش به این مسئله آگاه میشی. و بالواقع در این شاهد بودن به خودت و اینکه حواست به خودت باشه، یه تعلیم ذهنه که داری به خودت و ذهنت داری یاد میدی با تمرین روزانه که بعد عمدی فکر بکنی. مثلا شما متوجه میشی که در طی روز یکی از محققین گفته بودن که ما در روز حدود 70-80 هزار فکر در ذهنمون میگذره، حالا شاید بیشتر هم باشه، و قسمت اعظم این 70-80 هزار نو فکر روزانه تکرار میشه، ولی قسمت اعظمش مثلا متوجه نیستیم. یعنی خیلی اوقات داری فکر میکنی، یه توجه به چیزایی میدی، اصلا خودت متوجهش نیستی. خیلی حالت عمد نداره، عمدی نیست، مثلا ذهنت اینجا میره اونجا میره. ولی بعد یاد بگیری که تفکرت عمدی باشه، حواست به افکار خودت باشه، من چی دارم فکر میکنم، بعد از حالت اتوماتیک بیای بیرون، از مود اتوماتیک بعد بیای بیرون، که در انتخاباتت حضور ذهن داشته باشی، در نوع تفکرت و چی داری فکر میکنی حضور ذهن داشته باشی، و در بیان حواست باشه که چی داری میگی، که به مرور زمان که بهش آگاه بشی اینا یاد میگیری فیلتر کنی، یاد میگیری تغییر بدی و فیلتر کنی که بهتر و بهتر بشه و مچگیری افکار و باورهای کاذب خودت هم بکنی. ولی تمرین روزانه و دراز مدت میخواد. یعنی من هنوز بعد از تقریبا 35 سال من هنوز حواسم به افکار و گفتارم هست. یه مقدار به مرور زمان بیشتر متوجه خودت میشی، یعنی یه کمی راحت‌تر میشه به مرور زمان، ولی یه تمرین دراز مدت همیشگی باید باشه. فقط بعد از مثلا، و اینم زمانش هم دراز مدته، مثلا شاید بعد از چند سال، بستگی به افراد داره، یا یه سال یا دو سال، بستگی به خودتون داره دیگه که چقدر تغییر پذیر باشید. ولی وقتی که یاد بگیری که به عمد فکر بکنی، یعنی فکرت مثل صفحه علکی برای خودش نچرخه، افکارت به عمد باشه، با هدف باشه و گفتارت،
این خود این توجه در ارتعاشتون تأثیرات خیلی مثبت میگذاره و باید در طی روز شاهد خودت باشی، مثل اینکه انگار بالا سر خودت وایسادی، باید شاهد خودت باشی که من چی فکر میکنم، چی دارم میگم، چیکار دارم میکنم، که حضور ذهن به خودت داشته باشی و به خودت آگاه تر بشی و به مرور که در این تقویت پیدا کنی و به وابستگی افکارت و وابستگی دیدگاهات متوجه بشی، اولین قدم برای تغییرشه. مثلا یه شخصیه که مثلا معتاده، اولین مرحله اینه که باید تشخیص بده که معتاده تا قدمی در تغییرش ورداره. اگر انکار بکنه و تشخیص نده، قدمی برای تغییرش هم ور نمیداره، یا هر چیز دیگه، یا حتی هر مسئله دیگه. باید اول به حضور ذهن پیدا کنی، به اصل مطلب، تا قدمی هم در تغییرش برداشته بشه. و همونطور که گفتم، بعد روزانه شاهد خودت باشی و توجه به راحت ترین اول قسمتش توجه به گفتارته. یواش یواش که به گفتار توجه بدی و متوجه ذهنیت خودت بشی، بعد افکارت، مچگیری افکارت هم بهتر میتونی بکنی. که آها، من این حرف رو زدم. یه مثالی براتون بزنم. من خیلی سال پیش یه بار سرما خورده بودم، حالم خوب نبود، سرما خورده بودم، مال خیلی سال پیشه، مال شاید نمیدونم 20 سال 25 سال پیش، حالم خوب نبود و اون تو موقع من تنها زندگی میکردم. بعد همطور که نشسته بودم، مثلا پتو دور خودم گرفته بودم، حالم خوب نبود و داشتم تلویزیون نگاه میکردم، یه دفعه از بدون مثلا بدون حضور ذهن از دهنم پرید که دیگه مریض شدن دیگه لذتی نداره. یه همچی، البته به انگلیسی به خودم میگفتم، ولی یه همچی جمله خودم گفتم. بعد یه دفعه به خود اومدم، گفتم که یعنی چی؟ مگه مریض شدنم لذت داره؟ یعنی خودم متوجه این بیان خودم شدم که این بیان من از ناخودآگاه من بود. و یعنی تو اون حالت که یه خورده ریلکس بودم، داشتم تیوی نگاه میکردم، این بیان ناخودآگاه من بود که گفتم مریض شدنم دیگه لذتی نداره. بعد پیش خودم پرسیدم این جمله یعنی چی؟ یعنی متوجه حرف خودم شدم، مگه مریض شدن لذت داره؟ بعد یه مقدار که به خودم درخواست آگاهی دادم و توجه دادم به این زمینه که خودم متوجه شدم این ناخودآگاه من بود، این که این بیان ازش بود، متوجه شدم که یکی از دلایل مریض شدن در اکثر افراد این هست و این رو من در خودم هم متوجه شدم، اینه که برای جلب توجه. مثلا در کودکی من وقتی اگه حالم بد بود، مریض بودم، مثلا مادر بزرگم خیلی به من توجه میداد، محبت میداد، دوروری ها خیلی توجه میدادن و این یه دیدگاهی میشه در دوران کودکی برای اکثر افراد که وقتی که احساس کم بوده توجه یا محبت بیشتر میخوان، مثلا خودشون رو به مریضی بزنن. حالا جالب اینجا اینه که اینقدر این ناخودآگاه و ذهن ما توانمنده و قدرت خلق داره، تو خیلی اوقات خودتو مریض میکنی ولی متوجه نمیشی که خودتی که داری خودتو مریض میکنی. مثلا تو اون حالت که من سرما خورده بودم، حالم خوب نبود، متوجه نبودم که این ریشه در ذهن خود من داره. فکر کردم حالا سرما خوردم، حالا یه چند روزه حالم خوب نیست، که خب چیز غیر طبیعی نیست، ولی از بیان خودم متوجه شدم که نه، اینجا ذهن خود من اینجا نقش داره، این به خود من ربط داره، اتفاقی نیست. و یه مقدار که درخواست آگاهی کردم و به این قضیه توجه دادم، متوجه شدم که خیلی اوقات ناخودآگاه بسیار توانمنده و خیلی اوقات میتونه یه سری شرایط جدی جسمی حتی ایجاد بکنه اگه تو چنین باورهایی درت باشه. بعضی ها حتی به این مرحله میرسن که خودشونو شدیداً مریض بکنن صرفاً به خاطر توجه دیگران.
و خیلی لازمه که به این گونه باورها و این گونه وابستگی ها آگاه بشیم، چون اینا به نفعمون نیست، برمون ضرر داره. و این یکی از مثال هایی که خیلی لازمه که به ناخودآگاه و به وابستگی ها و دیدگاهمون آگاه باشیم، چون در خیلی زمینه ها، هم مادی، هم سلامتی، هم روابط، ازدواج، کار، هر چیزی، تحصیل، اینا تاثیر میذاره. گاهی اوقات ناخودآگاه یه حقیقت هایی رو بروز میده، گاهی اوقات توی خواب یه حقیقت هایی رو ناخودآگاهت بروز میده نسبت به خودت، که اگر اینا رو متوجه بشی و توجه بدی و همزمان درخواست آگاهی هم بدی، میتونی از معلمای نوری درخواست کنی که قبل از خواب بگی من رو به خودم آگاه تر کن، یا من رو به دیدگاه های کاذبم آگاه کن. این درخواست خوبیه قبل از خواب از معلمای نوریت یا روح بزرگت، که منو به دیدگاه های کاذبم آگاه کن. چون وقتی این درخواست رو میدی، داری زمینه ایجاد میکنی برای اینکه متوجه بشی کدوم از باورهات حقیقت نیست، و این آمادگی تغییرت رو هم اعلام میکنه که وقتی آماده هستی که ببینی کدوم از باورها و دیدگاهات کاذبه و حقیقت نیست، این آمادگی در تو ایجاد میشه که ببینی حقیقت چیه و تغییر درش ایجاد کنی. و حتی بعد از اینکه من این تجربه رو با بیان خودم داشتم، یک کتابی بود که مطالعه میکردم که خیلی صحبت میکرد راجع به این که چقدر قسمت اعظمی از بیماری ها از ذهن خودمون به وجود میاد، خودمون فراهمش میکنیم، حالا معمولا برای جلب توجه. قسمت اعظمش ریشه فیزیکی نداره، ریشه ذهنی و احساسی داره. حالا بعضی اوقات برای جلب توجه، بعضی اوقات از خشم زیاد، بعضی اوقات از احساسی که به خودت داری، یا چیزهای مختلف. ولی قسمت اعظم بیماری ها ریشه ذهنی و احساسی داره، یعنی ریشه فیزیکی نداره. حتی ریشه کارمایی بعضی اوقات ممکنه نداشته باشه، ممکنه صرفا ریشه ذهنی و احساسی باشه. بعضی اوقات توأم با کارما میشه، بعضی اوقات مثلا کارما یه سری شرایطی فراهم میکنه و اون ذهن و احساس دیدگاه اون شرایط ممکنه شدت بده. ولی اگه این تمرین رو به خودتون بدید که حواستون به افکارتون و گفتارتون باشه و به وابستگی هایی که به باورهاتون دارین، میتونید اینها رو یواش یواش تغییر بدید. ببینم چقدر زمان داریم. اوکی، من برمیگردم برای قسمت دوم، یه چند سوال جواب میدم در قسمت بعدی. لطفا حضور داشته باشید و خوشبختانه مثل که تعداد خیلی بیشتری الان اینترنت دارن که باعث خوشحالیه، لطفا حضور داشته باشید. من برمیگردم.